من پیشتر گفتم من چقدر با وقت کار میکنم. یک وقت دارم. اینجا و چهار. بله. استقامت های کار هم مشخص شد. حال دیگه یافته بود سازمان کم و بیش استقامت های کار. بله. کار در عرصه ورش. بله. ایجاد کلاب ها ایجاد شده بود. وجود داشت. برخی را مادر بنشیده، برخی را دوستا داشتن که زمینه کار را ما داشته. من نام گرفتم پیشتر اتدادی را که هر کانش بنو بی خود در موشه بله. واقعا در کار خود درشید خدا وقف کرد. ببینید ما در تمام شهر کابل بله. و اگر شما نکنید در تمام افغانستان فقط یک متوسطه برای اهل هنود داشته بله. و در امون مطب اهل هنود یک مطب داشتیم ولی در امون مطب علاوه بر پرپار آمری دی مطب ایک فراموش نمیکنم بزن یک بار مر دعوت کرد خانم هندو بعد آمون خانم و کلی مطب کشید احمد خود با مقام رسمی چی و جنا آمدیم ولی اینا خیلی خیلی مدردوشی داشتن مثلا کاکسن نیمیل چند بله. همه در اونجا مصروف کنم بله. و بسیار خوب مصروف کنم که بودون با تمام معادبت بشیدیم بله. و یک اوتوریتی هم داشتن در بین هر دو بله. مرسونه به کسیرهای بسیار بیرومند و قبیره به این سازمان شدن بله. رفیق شاهدین سرمان و رفیق یار محمد بله. که تال هم از چیرهای واقعا درخشان و نور سنگر و نور سنگر شاعر بسیار نور سنگر استوار بله. آدمی مهم بارش ببین خلیل وداد ببین که بر چیره های در عرصی و نه بله. از جمله یکی از استادهای لیسی همیدی هم یکی از استادهای که نامش در هنر افغانستان ماده بارست که مسئول جمال جلیل احمد مسئول جمال مسئول جمال بله. این هم در سازمان جوان آمدن همکاری میکرد. این زیادترین همکاری رو میفهمی چه رقم میکرد. بله. شاگرده لایق هم. بله. در صنف هایی که درس داشت. بله. خب صحبت های خودش هم در صنف تاسی رو داشت. بله. با سیاه داشته شو برای ما میدارد. پس ما برای سیده که وفا میدارم. بله. وایده نه میره برای وایده نه صبح در اونجا. بله. و سر برامون فوکس میشود کار میکرد. بله. یعنی هدف شما ایست که سازمان و حزب در او وقت کوشش میکرد که نخبه‌ترین با استعدادترین بله. و هوشیارترین انسان ها را داشته باشد برگزیده ترین و در جمع چیره های بسیار خوب بشیر کال دجن تخلیم بشیر دجن بله او همکار درم شجونه و سازمان که شما همکار بوده از اولین هنرمندایی که برای سازمان کار شروع کرد بله رفیق نجیب رسکار بله به یاد و خاطره اموشان علی شون آواز خان آدم شاعر نقاش سخت آدم متواضع سخت آدم شرافتمندترین انسان بله پیش از سال 57 بله یعنی فوکس کار گفتم باز دیدی که استقامت های کار مشخص شد بله بیش اما خوبترین ها را سرش فوکس بود بله و خوشبختانه هم ابتدا داشت در تمام عرصه ها، در عرصه های اکادمیک، هنر، ورزش گفتم در این پالندوی، بله. سارندوی این پالندوی، سارندوی واقعا یکی از فوکس های کار ما شد در این مکاتب نیده های ابتداییش برای یک دیسپلین پذیری مساعد در برابر یک وظیفه قرار گرفته بودن که یک سلسله وظایف را در درون مکتب انجام می داده در بچه ها اگر برای نظم ترتیب مکتب بود ولی برای ما هم در پالویش یک زمینه برای سربازگیری و جد بر جد بسید افراد شد ولی در این جایی شک نیست که یعنی نیرومندترین و قوی ترین دیسپلین در اون زمان حزب دموکراتیک خلق افغانستان داشته بین اعضای خود هم از لحاظ آموزشی هم از لحاظ کار عملی و سازمان های جنبیش همچنان سوال دوم، سوال اول ما خواهد بسیار جانانه تشریح کردیم، توضیح کردیم سوال دوم ما ایست که در اون زمان در پالوی حزب دموکراتیک خلق افغانستان که او هم دو شعبه بود یکی تحت رهبری نورمحمد ترکی و دیگر تحت رهبری بابک کارمل
آیا تنها امی حزب دموکراتیک خلق افغانستان به خصوص بخشی که به نام پرچمی مشهور است امینا تنها این سازمان ها را داشتن، اتحادیه ها را داشتن، یعنی سازمان های جانبی را و یا دیگه اعضا؟ هدف این است که خلقی ها، شعله‌ای ها، ستمی ها و تا نیروهای راست مثل اخوانی ها و دیگه اینا هم داشتن یا نه؟ خب چون شما خود کارزار مبارزه بودید. در مورد چیز شما میفهمید که اخوانی ها در وقت خود به نام جوانان مسلمان بود. یک خوی خود نامشان بود ولی در عمق عطایف نبود. همین سازمان های اجتماعی را تا جایی که مکش کار کرده میفهمیدم در تیزی سال ها هیچ چکی از نیروهای راست و چپ افغانستان نداشتن. سازمان های چپ و راست نداشتن. بله. گرچه من از کسی شنیدم که گویا میگن که بخش عمیق سازمان رفقای خلقی گفتن که ما سازمان جوانا را داشتیم و کسی به نام عباس خروشان مدعی بوده. حقیقت نداشت. بعد از وحدت سال 56 که وقت وحدت کرد من گزارش یک گزارش باید از نه تنها من همین مسئولین سازمان های اجتماعی ما باید یک گزارش برای ترکی باید میدم. بعد از وحدت ترکی منشی عمومی شد. بله. من بخاطر دارم که در امو نشست که و امو گزارش جدا جدا تنظیم شده بود. ما گزارش میدادم، شابال گزارش میداد، مواد گزارش میداد، سازمان زن خود دکتر سر بالا بود. او را نمیفهم ولی که ما باید گزارش میدادم. بله. با می سوالی که در آغاز ذکار از که رفقا در کمیته های حزبی خود ما مواجه بودم با می سوال مواجه شدم که گفت چرا یک دفعه میبریم نشته سازمان جوانا باز میرش پس زهد؟ یعنی نورمحمد ترکی سوال شما کرد؟ رفیق ترکی از ما سوال کرده میده که گفت که خب میشنه در سازمان پرورشی افغانشی میده اگه پروسیجر را که یعنی همی سوال هایی را که رهبری پرچمی ها 5 سال 6 سال پیش میکرد رفیق ترکی و وقت قدران میکردم قدران که رایش طولانی میسد و من برزوی استطلال داشتم که همه جوان ها شاید راه کنین تحلیل نخواهیم که چون یعنی هدفتان نیست که می ایدئولوژی را نپذیرد؟ ولی که در سازمان جوان ها اصلاهای دیگه وجود دارد که با او شوق و علاقه شد داشته باشد که ورزش است، مسئله هنر است، دفاع است، دفاع است، منافع قشری و سنفی شان است، دفاع است، منافع سنفی شان بالاترین ارزشی است که می تانه اینا را با هم گره بزنه از یک جا بسازد. از او خاطر نداشتن و اگر می بود هم ناممکن بود که بعد از گزارش برای من سفارش ها خیلی بخشارم که باید وعدت می شد دیگه اما تو که عرصه یک وعدت شده بود در عرصه رسادم مزدک، ما، داود مازیار و عبدالرحمن امین اینا در لیسه نادیگه بود. ما چنین چیزی رو اونجا نیدن؟ نه، اگر گفتم اگر می بود و ما با بچه همیم تا جلسه بودم. ما به خاطر دارم که در بعد از وحدت ما یک شب یک جلسه داشتیم در ویصال آباد در خانه عظیم شاهبار. او وقت مسئول کار سازمان های اجتماعی رفیق لایق دو رفیق هم رئیس آمد هر دوی شعور کمیته مرکزی هر دو واحد یکیش قیوم نورله یکی شهد اولیسی. رفیق شاهبار گفت یکی شمکار تو یکی شما را گفت یکی شمکار تو. من خودم هم کرده بودم آل ای وز کمیته مرکزی من حکومت میکن منشی اول کمیته مرکزی سازمان دموکراتیک جوانا می باشه و شما وز کمیته مرکزی نبودید. بله. اولین و آخرین جلسه دو رفیق هم بود که شرکت کردم دیگه نامدن برزی که چیزی نداشتم چیزی نبود. اینطور استنباط میشه که شما سازمان دموکراتیک جوانان تحت رهبری حزب وقتی که ایجاد کردین و به فعالیت ادامه دادین
یعنی این زیاد یک سازمان سیاسی نبود، یک سازمان توده‌ای بود، یک سازمان کاملا یک سازمان توده. خب در آخرین تحلیل مسائل فرهنگی و در آخرین تحلیل سال تلاش ما بلدی بوده که باید یک نیروی ذخیری مطمئن هست در آینده ها تبدیل شود در برنامه‌های بسیار که اما باید اولی با هویت یک سازمان کاملا توده‌ای که بیشتر از همه مسائل دفاع حقوق صنفیش مطرح باشد. بله. و گفتم که این اصول کلی مرامی را که امیال در دست گفته بخوانید. بله. میافید یعنی کدام وزایی در برابر سازمان قرار باشد. تا سال پیدا وافید. یک سوال هم صادقانه است شما کنم. اگر مو وقت در سازمان دموکراتیک جوانان افغانستان افراد متخالف ایدئولوژی شما می آمدید؟ صدای اعتراض بلند میکنه اخراجش نمیکنه باور کنم برات بگم که شاید یکی از دلایلی که امی سازمان تا به این روز امی آزایش که آل بحث سازمان واقعی هم نمانده بله ولی که نمی فهمیده های سازمان بوده بله یعنی برای نیروهای مخالف جای بوده و جایی به کسایی که با ایدئولوژی دموکراتیک خط تبارستان یعنی کسی مخالف بوده باشه حالی در این کلاب ها بله همیشه اعضای سازمان نبودم بله ما در اونجا اطلاع کتلی بسیار کوچکی بودیم بله در کلاب پامیر رفیق قاسم نگرالی رفیق بود بله خب بودن یک تعداد اعضای سازمان جوانا فوتبال میکرد اموجا بله ولی کلی کلاب بودن بله. نه تنها نبودم که شاید اندیشه ها و نظریاتشان با کامل مقاید با ما این نبودم نه اینکه شاید هم مقاید آدم های سیاسی نبودم در کلاب اتفاق نمی رکنم بله. حتی آدمی کلاب صلح را که خود سازمان حزبی خیرخانه ایجاد کرده بود هم همیش چیز نبودم ما داشتیم که این زمینه ها را مساعد بسازیم که مراکز سجاوی جون آوری بله باز مسئله کار ما مطرح می‌کردند نه اینکه اول باید کار ما مطرح می‌بود بدون ایجادی مراقب یعنی در اولویت کار تجمع جوانان و روشنگری روشنگری و آشنا ساختنشان به حقوق صنفی حالا اگر کدام حرف دیگه پیش از هفته سمر که اونگر مردم بیفتد به نام انقلاب میگن اکتر به نام کودتا و برسیرد پیش از او اگر کنم حرف نداشته باشین اگر داشته باشین در غیر از او میایم سوال میکنیم در مورد انقلاب سمر موقف شما و سازمان جوان ها در مورد انقلاب سر چطور بود؟ یا کودتای هفته سر؟ این رفتیدگاه سازمان جوان ها شما سوال میکنم طبیعی است که شما خواهد با ارشد رهبری هست بوده در وقت این تحول سازمان دموکراتیک جوان ها هم هست داشت این باید داشت باید اما آگاه نبود از از وقایش طبیعی دیم خب این که شاید کم و بیش از مسائل رما آگاه می بودم شاید تا پایان از جنجا داشتی مثلا اونا چیز نداشتن آشقایی نداشتن این مثلا چیز بود ولی که اینکه از هر تصمیم و فیصله هست سازمان در وقت حمایت میکرد من پیشتر برتان مثال در مزایده که به خاطر شهادت در خیبر تنظیم شد سازمان بیخی باز پس از وعدت حزب دموکراتیک خلق افغانستان در سال 1336 یعنی وعدت دو جنایه خلقی ها خود چیزی با نام سازمان جوانان نداشتن و بیشتر هم گفتین اون تصریح اگر می داشتن اگر دیگر افغانستان نمی بود حداقل تعدادی را برای چی بود فقط یکی دو را فکر برای من معرفی کردم که در سطح رهبری سازمان ما اونا رو تنظیم کردم که عبارت از اون عظیم راهی بود و بله. یک رفیق دیگه هم بود این هم به خاطر دی بود بله. که کار میکردیم در پالندوی و اینا و این عظیم راهی در پالندوی پل تکنیک فعال پس از وعدت خب طبیعی که سازمان ها با هم دیگه یک جای شدن چگونه برخورد داشتیم که خلقی ها به سازمان بستر دیگه تسلیمش کردیم چطور؟ این مطلب تان بگم که بعد از وعدت اگر حلقتان باشه پیش از تحول هفته سو بله. اصلا گفتیم که
یعنی در برابر سازمان کدام خلقی نه؟ خلقی ها یک چیز رو بستان ها بله همه چیز بله همه چیز بله باز در هفته سال بله اما طور که سر حزب آمد سر سازمان این تعمیل خواه اینا رو پس میدیم در هفته سال فعالیت های سازمان جوانان و مدت که شما بودیم پس از هفته سال خب بعد کمی دمامه داشتیم دو مرحله بگیرم آغاز باز از هفته سال در برابر ما وظایف نام مطرح بله در نخستین ماه ها فیستیوال جهانی جوانان دموکرات مطرح بود کوبا و برای نخستین بار بله هیئت سازمان در او برای شرکت نکرد ما به جزئیات نمیرم سر ترکیب چهره هایی که باید میرفتن نمیرفتن که ما خودم به این معتقد بودم پرسی را که ما ایراد کرده بودیم یک مقدارش از سر شما تعمیل هم شده باشه بسیار بسیار بله و در آخرین لحظات حتی یک لیست 13 نفری رو برم دادن از نظامی را ولی ما همه قدر خبر دارم که داوود عبدالرحمن امین خوارای و دخترای حفیظ الله امین اولادای رهبری حزب دیسانت کردن خاطر ما پیش خود میکاگنی کوچک که بود ای حرفی بود که مو وقت مسئولی سازمانه تولیهی در شکلات رفقات میکاگن که امور اقل تحمیل شد و یک جانبان تحمیل شد نه بیدونه یعنی او فرست میتونه بود که در کدام جلسی بیروی سیاسی کمیتی مرکزی هست تصویب شده می بود آمد فقط یک کسی دستور داد و مغولستان اون شب روز حرف آخر اوله یکی دو آدم بود که می داد و همینطور شد ما برای مصروف شدم برای که باید تنها اساسنامه جدید سازمان جوانها را رامنامه جدید اساسنامه جوانها را برای که آزده شرایط نوین شرایط حاکمیت دیگه حزب از اپوزیسیون و قدرت حاکمان با استفاده از تجربه یمن و با استفاده از تجربه حزب یا کمیسی جوانه ایتالیا فرانسه کشورهای اروپای شرقی بهشون یکم سمون تهیه رفیقی ایروش حکومت در ترجمه شما در یک روز پیش از سفر ما با کوبا اطلاع یافتم نه تنها حزب مورد غضب قرار گرفته که سازمان جوانان هم زیر ضربه است زیر ضربه هست بله این کدام تاریخ مشخص یا فقط یک هفته پیش از اصلا این فستیوال یعنی یکی دو ماه بعد از پیروزی قیام بله چه بسیار پنگ خب هر صورتش یعیت رفت و پس آمد در فاصله که یعیت در کوبا بود بله اینا رهبری سازمان جوانها را تعویض کرد اینا هدفتان از اینا که از امی بخش خلقی ها امین مشخص سر حتا بود که دست امین بود بله خب ولی که نمین با تفاهم بیروی سیاسی که او دو شب روز نه اختیار شد نه بخش پرچمی یک بخش پرچمی ها هم خدای دکتر حفیظ الله امین بود دو یکی دو چهره دو سه چهره در بیرون سیاسی دو چهره کدام میتونه نامی؟ بله رفق لای قرف هم بارک و غوربندی؟ غوربندی خانوز در بیرون سیاسی خب آه در بیرون سیاسی بله بسیار یعنی که بارک و لای تسلیم شده بودن بر حفیظ الله امین دیده کاملا بنان امون هم با امی تاویز موافق بودن بله که تاویز در امونی باید صورت میرسد شما اگر فرادیم صورت گرفت ما شما مسئولیت بدون شد خوی رفاق مسئولیت یکی شاید از بخش ببخشید تا این امین لحظه دیگه مسئول سازمان های تودهی در حزب دموکراتیک خلق افغانستان امی سلیمان لایق است بله بساخ کلی تصمیم گیرنده همی است تا وقت رفتن با بساخ پس با آمده وقت تغییر مبرک شیواری عبدالرحمن پسر امین اینا همش جا با جا هستن در این سازمان در این سفری که شما گفتیم در ترکیب همین 40 نفر که از داخل کشور که اون همه اینا چی بود نفر می رفت و 3 نفر هم از پسان دریافتیم که از مسکو میره
اینا در مسیر را درفتیم که سه نفر از مسکو هم شامل کردن شامل کردن دیسانت کردن با این سوال هم برخوردم که دختر همین مرا گفت که چرا مسئول جمال رو میبریم که اما ظاهر رو نمیبریم اما ظاهر رو نمیبریم؟ بله ما گفتم که کاش اما ظاهر رو سامان جوان ها میبریم رو میبریم بله نبید به حال خود که این مسئول جمال وضعیت رو به این سامان رو همین میبریم بله خب هر صورتش حیط رفت بعد کامل دیگه آغاز کار برای شرایط اختفا و شروع شده شروع شده و بعد از اون دیگه باز مسیر سازمان و همه چیز سازمان و وظایف سازمان و همه چیز سازمان تغییر کرد یعنی شما از خوش بسیار بله. اما کادرهای سازمان به استثنای شاید چهره های محدود خیلی کوتاه مدت اگر در وظایف سازمان دارو شد اصلا یادتان هم فیچه را یکی دو تا نام دیگه کی کیا بودن مثلا خب ممکن یک تیزاد بودا باشن در سطو فعالان در سطو این کار رهبری سازمان کسی نه مورد پذیریش یا قرار داشت و نه دیگه اونا علاقه بدی برای همکاری با اینا باشت از اون خاطر بردی گام هایی به خاطر ایجاد سازمان مخفی در جنب حزب وقت میداشته شده بود که کادرهای سازمان دامنه رو رها کردن بله و کادرهای سازمان در شرایط مخفی شما خودتان هستند که واقعا کار عظیمی را هم برای در پاوی رفقه ایزی دوش رفقه ایزی و با کمترین طرفات وظایف خودم را انجام دادن تا به شش جدی بعد شش جدی ببخشید مطرح میخواییم با سرعت میرشیم یا سی سلو سلو پیش میریم با شما بسیار گپ آف در مورد افقصر و شما ما به خاطر دارم سال اول دانشگاهی ما بود در پلی تکنیک رئیس کدام مؤسسه بودیم بدون حساب من جوانا وزارت پلان بعد از هفت سال رئیس وزارتخانه سکتوری بودم برای یک ماه یک نیم ماه علاوه بر کس کار سازمان جوانا علاوه بر یعنی ببینیم که چی گپایی رو ما یادتان میتونیم خودتان یادتان نیست یادم هست همکار رفیق کشمن و همزمان وزیر پلان سوال ما ایست که ای خوب بنام سازمان دموکراتیک جوانان افغانستان بود و تا حالا که ما با شما پیش آمدیم تشریف کردین شما اهداف حدودا دموکراتیک یا اگر دموکراتیک هم نگویم تودهی روشنگرانه سنفی و اون گپایی را که گفتین اونو اهداف داشت بعد از قدرت کی را به سازمان خلقی تبدیل کرد؟ چرا نامش خلقی ماندن؟ چگونه شد؟ این اتفاق دوستان بسیار برچسب برسی است که اسناد را که ما با خود بله به فستیوال کوبا بودم بله که اساسنامه و مرامو به انگلیسی بله سازمان دموکراتیک جوانان افغانستان بله ولی که پس که آمدم سازمان خلقی جوانان افغانستان از پیش وقت نامش وقت با آمدن ما وقت تغییری یافته بود نامش اما این را مشخص میفهمید که کی نامه امین 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 دست بالا در اون وقت در همه مسائل یعنی ترکی یا ایچ خب تصمیم گرنده اساسی امین بود در دیگر با بسیار خوب و متوجه باشین پسر خدا هم همونجا مصروف دار بله عبدالرحمن میفهمیدم میفهمید اهمیت امین بله جوانان بله میتونم که آدم ناشنا باشه بلکه از روی تصادفی کار کرده باشه بله بله با کلی دقیقه بله تا جایی که ما معلومات داریم و یاد ماست شاهد هستیم که سازمان به یک سازمان از محتوای مرامی که شما داشتین از او بیرون برآمده بود سازمان بیشتر در مسائل هنری و بیشتر مثلا جوانا را خصوصا دخترا را اینا از مکتبا جمع میکدن میآوردن باز خب اونا را به یک شکل به طرف ابتزال میرود شما میفهمین این مرحله ما در باری این مرحله به دو دلیل یکی که از نومبر 1979 تا به شش جدی باز و شش جدی بیرون از کشور بود کجا بودیم؟ اروپا و امریکا کدام کشور هایی اروپا و انگلستان خب
خب انگلستان و امریکا. امریکا. بسیار خوب. بله. برای سفر رسمی. بله. آمدم با قربانی. بله. و چک ساعت سفر. بله. تفاهم نامیم که. بله. از پیش دیگه چک ساعت بریم با هم که باشه. ولی دیدار چک ساعت هم داشت. حتما برخورده هم داشتین با اون را بازه یک مصاحبه دیگه در کنم وقت دیگه دفعیش صحبت میکنیم. تو باید داریم که کدام چیره های ده هست با شخصیت های رهبری دست تقریبا اول اونم معلوم است که رفتن به علمین تصمیم شدن یک دیدنش البته در بین جنای پرچمی و زیر ضربه قرار گرفتن و تا اینا باعث شدن که یک تعداد زیاد از رفیقای همسنگر خودشان لس بتن نام بتن کشته شوه حتی جاسوس های از درون از همین گروپ ها آماده ساختن از بین پرچمی های طرفدار خود از این که ایره من شاهد هستم و در این مورد من نوشته خواهد کردم که اینا در بین صفوف در شرایط مخفی روان کرده بودن و بسیاری از کسایی که کشته شده مثلا کادرهای جوان حزب حتی از سازمان اینی ها کسایی بودن که اینا راپورش برای امین دادن و در کام امین همکاری داشتن. اینا به صورت مشخص شما گفته میتونید که کی ها از امین سازمان جوان ها رفتن و سازمان خلقی؟ من در اولین روزهای از نومبر برآمدم و تا بازرسیز خب بنابرای نوشتیم اما خود که باز آمدید و در جریان خب بودید باز رفقا خودشان در نوشته خود دیدید دادن که برای یک مدت مانده ولی از کادرهای دست اول بله از کادر رهبری سازمان بله که پیشتر یک بخشی که برات نام گرفته بله هیچ کس با تیزاد برای سازمان در سطوح مختلف باعث کادرها کار میکرده بله ولی رهبری سازمان بله رهبر از جمله کمیته رهبری سازمان نبودن بله وقتی که کمیته رهبری میدونم کمیته رهبری وقتی که جلسه میکردن او رفقا شرکت نداشتن دید متوجه شدن لطفا نفرید باش نه داود درم نه حنیف رفت بله توجه کرده بله از رفقای رهبری سازمان هیچ کس با خلقیان رفت بله از تو دو مختلف سازمان شاید چیره های مثلا که یک دادو تا رفت نام خب برابر نرشتای مثلا رفیق قرده خودش هم میگه که من یک مدت در سازمان مان رفیق قرده لایق بله چیره هایی که سرشناس باشه میشناختنش رهبری سازمان بود یکی کس با خودشان هم اعتماد نداشتن سند وجود داره که اینا یک تعداد رفیقای خود ما بر نخورد با کام کام داده باشم ما بر نخوردیم راست برات میگم بچونین سند بچونین سند ما بر نخورد نگفتیم که همه تو سند در کجا وجود داره که کی رو دیگه نه بایش وقتم بایش شش جنگ یعنی تعویض رژیم سقوط نظام امین حضور نیروهای نظامی اتحاد شوروی در افغانستان دولت ببر کارمل حزب دموکراتیک خلق افغانستان یا حزب واحد دموکراتیک خلق افغانستان و سازمان جوانا این در این مورد نالا من بیمو که شما چی میگید خب من در مورد سازمان جوانا صحبت میگم بله باز از شش جدی نخستین وظیفه ای که در برابر ما قرار داره بله. یک بار دیگه سازمان را احیای شد بله. از بالا تا پایین ما با چیزی که مانده بود با نهدی و با شیوه استفاده ای که از سازمان شده بود دیگه باید ودامه خدا ودامه ما جدا می کردیم همه بله. دوباره سازمان در همون وزیم سر پای سازمان بله. اولی نگاهی که داشتن کمیته رهبری برام کمیته اجرای ساخته شد بدون کمیته مرکزی هنوز کمیته مرکزی نبود بعد از شش جدی بعد از شش جدی عبد نفر نو نفر پرچمی هشت نفر خط به حساب وعدت باز وعدت اینا رو دیگه اینکه سازمان دموکراتیک جوانان افغانستان که مخفی بود با سازمان خلقی بله وعدت کردن بله کمیته های ولایتی قدمی دوم ببخشید شما را باز که معذب ساخته یه توضیح کرد که شما باز امی بیروی سیاسی واحده هست بله اما با اتفاق آرا اما با اتفاق آرا بنام لستش اما لست با اتفاق آرا تصیب کرد
یعنی لسه اون ابدان افریده پیش از شما بابرک شینواری شینواری او چی شد سر نمیشته؟ سر نمیشته او چون نوردن زندان بود او دیگر خلاص شد خب بسیار خوب خب رهبری خلقی ها چی شدن در این مدت؟ از همین گروپ رهبری سازمان خلقی ها شما؟ از نیست چیراهای نداشتن که خودشان معرفی کرده بودن بله سخی مرجان مثلا اصلا اینا صاحب نه چیز نبود اصلا در سازمان نبودن و کار تجربه کار سازمانی هم اصلا نبودن بله بس خب این دیگه به حساب پالیسی سیاست وقت و به حساب وعدت هست بیده سه نفر پنج نفر به دارو شامد بله سه نفر از بخش پرچمنت و نفر از بخش خطر بله و هم دو نفر در کمیته جهان یعنی یادم از سازمان دموکراتیک جوانان افغانستان یک کمیته مرکزی هیئت رهبری قسمی که شما گفتین داشت یک دارالانشا داشت و یک بیروی اجرایی ما در رأس از این در رادیو هم اعلان میشد که برهان قیاسی منشی اول کمیته مرکزی سازمان دموکراتیک جوانان افغانستان خوب یادم منشی دوم کی بود؟ در امی سیستم تشکیلات دیگه ای که در دوره حاکمیت داشتیم پذیرفته شده در مسئول تشکیلات منشی دوم منشی دوم برای فرید مزدک منشی فرید مزدک بله مورا فرید مزدک عزیز با آمد دانی سازمان در نوازه شدیدی از ما خواهش کردم آرام به شما بگذارم بله گفتیم بازسازی کردین بس از آن دیگه واقعا کار بسیار بزرگی در برابر سازمان جان و خراب داشت بله یا کار ساده نبود از کمیته مرکزی که یعنی از دارالانشا سازمان که باید احیا میشه تا به سازمان های اولیه فکر باشه و یه هم در سیویت ولایت چرا احیا میشه؟ سازمان که وجود داشت؟ سازمان خلقی وجود داشت؟ کمیته هایش وجود داشت؟ میفهمیم چی گونه سازمان ها؟ سازمان ها چی رقم چی داشت؟ نه خیلی بله مطلب حقیقه سازمان بود کس میخواست نمیخواست باید دو تا سازمان میبود بله اینی را میخواستم بپرسم کنم بله و برای ما این قابل قبول نمیخواد بله از خاطر باید یعنی عدم خاطر دامنه رها شد اصلا جذب شد و کسی جذب شد که میخواد علاقه مندی شداشت علاقه شد داوطلبانه داوطلبانه با نظریات و اندیشه های گوناگون مردم در وجود بودن و جوانای در وجود بودن که اصلا نمیخواد و زور جبر آورده بودن شد و از ترس رم یا مثلا اقتدار در اونجا بودن که اصلا دیگه سنشان خوب در اساسنامه جدید باز است و پیشتر بر اشاره کردن که تا سال 1978 بله ما عمدتاً مسئول کار با جوانای بین 14 تا 18 بودیم بله و یا جوانایی که بالاتر از 18 بودن اونا میخواستن که این گوزوه باشن بله میخواستن اون سازمان جوانا باشن بله در اون کلپ اون مسئول باشن در دانسوش باشن اما باز زود در اساسنامه نو بین 18 تا از 14 تا از 14 تا 28 سال رفت بله و ما ولی که درمی دارانی تا شش جدی از هفت سر بابا تا پیش از شش جدی کسایی رو که سنش با مراتب بالا تا روی این مزاهایی با سازمان هم تندیم خلاف در سازمان خلقی جوان این بنا می پرسیدی از نالی سازمان جوانا که خب چند نفر داره کل مکاتب داره اما در تشکیل اما در فلش اما هیچ نیست تشکیلشان هم می دخل بود کل مکاتب داره ولی چند نفر در سازمان تنظیم هم بله مشخص چند نفر هم خلوزیت میده و حد اقلی را که هست و دو طلبان هست دو طلبان هست مطرح هست باید یک خانه بکنید یعنی شما سازمان خلقی جوانان اول خانه تکانی کردین باز دموکراتیک ساختین باز آورده بودیم شاید همی اتهام سر موارد می بود که یک سازمان دموکراتیک جوانان که باز ساخته باشم پیش از هفته سال را ولی که انصاف هم باید نبودن بله باید چیف شخص مقاومت کردیم از آغاز سال جام باز از وحدت بله که در سازمان دموکراسی که جهانان دو خط پیدا نشد
خط خط دو پرچمان بله بین جوانان بله جوانان ایران نگذاشتیم تا دورانی که مسئولیتش داشتیم بلدی زیاد هم جنگیدیم هم مقاومت کردیم اتهامات شما طبیعی ولیکن زور کتم به اصطلاح نکشیدیم سازمان خلقی جوانان شما چه قسم تصور داشتین ازش مردم که میگفتن این به سازمان فحشا تبدیل شده این سازمان سازمان است که مردم به جبر میاره این سازمان سازمان است که اولادای مردم میارن اونجا و به ضد پدر و مادر تعریف میکنه این میکنه آن میکنه و دفاع از همین مرحله از باز از هفت ثور تا به شش جدیره امایی که مسئولیت سازمان داشتن اما پاسخش بدن. نه ما شما نمیخوایم که دفاع کنیم. ما میخوایم که تشویق کنیم. شما خودمون چی اول بودین و کل جریانات هم میخونید. شاید بسیار شواهد داشتم. آدمی خاطر هم بود که گفتیم که باید سازمان از بالا تا از دارانشاد تا به سازمان اولیه باید از نو ایجاد میشون. باید سازمان رای خود آدمی اتهاماتی که سرش وارد شده بود هم جدا بود. ببخشید رفیق یاسی. اتهامات نبوده حقایق بسیار مشهود مثل روز روشن رو بوده سازمان خلقی جوانان افغانستان 20 تا 30 تا 40 تا دختر از مکاتب مختلف جمع میکردن میبردن بر رهبر حزب کیک سالگرد جور میکردن دو جا اعضای بیروی سیاسی که تزو اتن منداخت رقص میکردن آیا شما مردم هم ملامت میکنین که اینا اتهام بسته میکنن؟ گفتم ادمی خاطر هم باید بله ما باید که خانه تکانی را انجام دید و انجام داد در زمان رهبرش شما این کار خونه شده که رهبرتان سالگیری خود گرفته باشه دخترها را آورده باشه که رقص کنید در درمان رهبر ما باور کنیم که سالگیری شاید دایات شما بود مثلا یکی که رهبرتان بود ما کنفرانس هیز سازمان جوانان را دایر بود وقتی همه چی داماده شد ما وقت گرفتم از رفیق کارمند که یک گزارش ارائه کنم که از چقدر کشورها میمان میه، نماینده میه، چقدر نماینده از ولایات میه، کنفرانس کدام رو شروع میشه، ساعت چند شروع میشه که من افتتاح میکنم، شما صحبت میکنید، آجنده رو که دیمید برنامه پروگرام بله گریگوروف از کمسمول شوروی آمده بود، یه مدمت قاطع کرد گرگورف کی چکا منشی کم سمار بله و میکراوسوف آمده بود برای کمک برای درخش جوانا بله و وقتی بود که باز از چیز ما میخواستیم کمی درخش جوانا یک روزنامه یک افتنامه داشته باشه سازمان بله یا ما آمده بودم دیگر از من تقاضا کردم که همی ما اگر زمینه مساعد شد کار مالا بله و ما هم دیگر کشم قبول کردم بله رفتیم یک سال شام بود بله رفت کارمان گفت که رفقیت بگو که اگر من کار دیگه ندارم امینان شب از نبه ها بله ما گفتیم خیر بگیر کن خوب اصلا نیکی و پرسش میمانی بله حالا ششتیم یک بشقاب گوریگه که خورده من اینجا سفیدم چلاب هم رایی که کم سردی بله دیگه من انتظار نام ندارم نام چون نام نام اصلی ده کجا میه نام اصلی چون نام شما باور کنید بله که یک گلاس ماست ما بیره یک گلاس ماست که گفت مره نام نمی 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 بله تو برای ما نمی گیره گروه مره آدم این سیاب شدید بود من بود که با آدم ندیده شو بلاد دا بیرون برای من خود فکر نشه ایک باور کده می نهید گفت برای من ایک گفت باور نمیکن که تو باشه پس سازمان رفتی ما برای شنگو که دیگر نام کمی کباب خواستم که شبه تان خوش بگذارم از اون خاطر رهبر ما به شرایط ما من رفیق یاسی چندان سابقه خود در این رابطه ندارم
لوبیا داده جان ما رو کشیدین در مسال مال جانا زهی لوبیا قرمی کچانو هر روز می خوردیم و پرشاو رو در پایگاه شما شکایت دیدار سازمان جوانا از من شکایت دیدار شم که سفرخط نمیداشت و راستی شد حیطه ما بله سفرخط نداشت قطعا به شمول خود ما دیگر می رفتیم تا پایان هیچ کس یک افغانی یعنی شما در مقه سفرهای که کدین سفرخط نداشت وقتی که دعوت ها رسمی بود استقلال هم برش داشتم وقتی که دعوت ها رسمی بود این سفر خرد چیز برای چی هست دمی جیریانه که شما مسئولیت سازمان جوانا را داشتین یک رفراندوم یا همه پرسیام یا یک انتخابات یا چیزی به حساب سازمان که آیت را بود من پیشتر برسنم گفتم که بعد شهر جدی وقتی ما سازمان جوانا را ایجاد کردیم در اولیت کار سازمان جوانا بطلی دفاع وطن قرار بشد که مجال شرایط جنگ بود شرایط جنگ بود و کمتر شرط در بخواهم که چیز این جالا بین ما و بین وزارت های دفاع و داخله و امنیت دولت مصاب بود اونا میخواستن جوانا را و بیشتر جوان میخواست و ما بیشتر پافشاری ما سر مسئله درس و تحصیل گاهی اونا به اصطلاح پا عقب می ماندن و گاهی ما آمد می بود بله یک هفته نبود که ما در بالا هزار نشد یعنی به اصطلاح تمرد می شد دیگه از نه برای دیگه تمرد نه برای دیگه پا فشاری سر نمی بود برای دیگه جنگ بود صفوف پای مسئله هم مثلا دیگر جلب ایدار اجباری بود جلب ایدار داوطلبانه نبود و میخواستن مقام های وزارت دفاع داخل افغانستان میخواست و ما بیشتر سردی پافشاری داشتیم که بگذاریم که دست بخواهد از اون خاطر حالت ما را مجال نمیداد برای اونچه که هیچ برای انتخابات دموکراتیک برای اندیشیده می چیزی دیگه مجال نمیداد برای او وظایف که یک وقت گفتند برای من این مطرح بود که در هر گوشی شهر کابل در هر ولایت من ببینم که در هم میدان ورزش وجود داشته باشه بله نسل جوان مصروف شد و از فکر و مغزش به انحرافات دیگه زمینه برش مساعد نشود یا ما مسطح گروه هنری خصوصیت صحبت آمد ما برای سکت من باشیم خواهش بدیم یک سفر داشتم چکسلواکیه بله وقتی ما پایان ملاقات ما یعنی دو چکار منشی اولی کمیتی مرکزی سازمان جوانای چکسلواکی بود از ما چی برتان چی کرم بکنی؟ ما گفتم که یک موسیقی برای ما وسایل موسیقی وسایل موسیقی و هم ایران که سایک خاص سایک وقت ما گروه هنری گلستاخ برای کمیتی مرکز سازمان جوانا بود ما خود تصورات دیگه داشتیم گفت ما پیشتر گفتیم که برای ما این مطرح بود که چطور کلوپ های ورزشی ایجاد شد و چطور کلوپ های هنری ایجاد کرد مسئولیت های سالم را بر نسل جوان باید ایجاد کرد ما قرار برسیم در برابر یک جنگ و همه میتردید و بیشتر از همه در برابر نسل جوان و واقعا برد میگم که من از یکی سپاسگزار هستم که سازمان جوان ها در او وقت یک نمونه بود برای در دفاع نسل جوان در دفاع از انقلاب در دفاع از انقلاب ما اولین گروه را روان میکردیم کرکر برای ساختم مادن کرکر برای استخراج زغال سنگ برای کومن گروه میرفت دمی خیرخانه یادم هست یک جوانی که به نظر من سن 16 نمی آمد من یک موتر تا می کردم که این نره تا که من می رفتم موتر دیگه شانه چند سرویس بدم که او را می گیرم که پس می آمدم که بازی بچه در یک بالا شد دایفی که قرار داشت اون دیگه مان از اون میده جنگ برای ما دیگه مسئله ایسی بود و دفاع از وطن برای ما مسئله ایسی اول بود در خاطر انتخابات علنی کنفرانس سازمان جوانا دایر شد میکنه در جایی که پرچمه ها در اکثریت میتونه باسو چیده در جایی یک جای دیگه مقرر میکنه
از این وقت تبصره ها میکنم. اما شما آزمی... ولی برای ما یک مثلا مطرح بود. وقف شایستگی در کادر سازمان شما. سفارش شخصی هیچ وقت نمیداشتیم که اتفاقی داریم. یعنی واسطه و واسطه بود. چقدر راضی هستین از کار کادرها؟ یعنی چقدر راضی هستین از سیاست تشکیلاتی تان که کادرها را نظر به شایستگی شان در مقامات شده؟ من میتونم یک چیزی براتون بگم که معنی فضای صمیمانی را که حتی تا به این روز در من بازمانده های سازمان جانا میبینم توی به نظر من مسئول کار مشترکه یک تلیت وسیع از این جوانه ما بودم. هدف ما دیگه چیز این یک طرف قضیه هدف ما ایست که هدف ما ایست که چقدر شما راضی هستین از کادرهایی که جابجا شدن و شایستگی شده داشتن؟ تا سالایی که ما مسئولیت داشتیم. بله. هم راضی هستم، هم میبالم با. تا سالایی که ما مسئولیت داشتیم. چرا یک اصل در نظر بگیریم که در هر حالت، این دلایلی را که شما میگین یک مقدارش حتما معجز، اما یگانه راهی که حق کادرها تلف میشه یا مسئله تعیین انتصاب است و دموکراسی پامال میشه و زمان است که اونجا انتخابات نباشه، اونجا رای نباشه. شما در یک رفیقی بی خوب در درمین قضایا ما جنجال های در درمینی هیچ بیداشتیم. بله. وقتاً سر صده های میداشتیم. بله. ولی شما این سر صده ها رو در صده پایین نمیداشتیم. بله. این قوتش. بعد اینکه ما پیشتر گفتم که ما نگذاشتیم که دو خط در درون سازمان جانا را پکرد. بسیار جدی مقاومت کرد. یک وقت یک مشاور از ما سوال کرد گفت که مشاور حزبی بود. گفت که ایکس خلقی سیاست چه میشه؟ هفتون پرچه نیست. خلقی بود. کسی دیگر از محتوال کرد گفت که خلقی سیاه پرچه نیست. آیا گفتم که این خلقی. خلقی. مرحبون. برای ما خیلی تو نبستم. من گفتم که منمون کتاب چیه تدر کرد. شوخی خوب شوخی کنم من خیلی گفتم کتاب چیه تدر کرد. تا که من در این سازمان هستم این هم نمیره. اول جلسی یک سوال دیگه از مشاور گرده. چقدر مشاورین نقش داشته در تعیین کادرهای رهبری از بخو میگونیم سازمان جوان ها و چقدر شما فشار بود؟ بیشتر هم یک نمونیشم گفته اگر باور کنیم بله من در وقت کارم دو مشاور داشتم زخار کنم چی دمه یک نیم؟ سیدروم. سیدروم، بله. باور کن که هیچ وقت برم نگفته که کی را جا با جا کن. بله. یعنی باور می... بعد دیگه می فهمیدم که... یعنی شما زیر تأثیر یک سال... شما در ادراس یک سازمان 250,000 نفری بسیار بزرگ بودین و تا دیگه بسیار جایا اگر ما با شما بگویم شاید مبالغه نباشه که در یکان جای نقش سازمان دموکراتیک جوانان افغانستان در پالیسی های امو وقت یکان جای چربی میکرد سر حزب تا. یعنی در این سازمان با این اهمیت شما میگیم که هیچ مشاورین در من گفتم مشاور خودم بله. من این کار دیر رو نمی کنم که در ولایات بله. بنان یک مشاور بله. شاید سفارش نداشته بوده باشه بله. اما مجموعه نه اما مجموعه نه بله. حتی آمریزون رو تعیین کردیم روان کردیم که گفتن که هر چی که گفتن که نمیزه میره خلاص بله و کم حقیقتا ما در تنبون کم کنم نمید این رو مستقیم روی روی با هم این رو میفهمید که وقتی عادت هم کده بودم که یک چیز را که نخواهیم تحمیل نمید. یعنی هدف شما از این صحبتی است که سازمان دموکراتیک صرف نظر سیاست های حزب سیاست های منطقوی و جهانی بگیرید. یعنی من برتان میگم که در اون وقت بله. در اون وقت شما از رفیق فرید پرسان کنید سرزو هم در اون وقت تحمیل نکنید در اون وقت بله.
برای اینکه زمینه ها برای تحمیل کردن وجود ندارد. اما رفیق فرید میگه که حالا که آمده گپ دیگه مجبور این سوال باید بکنم از شما. میگه از گپ گپ میخیزم. رفیق فرید مازدک در صحبت های خود میگه که حزب دموکراتیک خلق افغانستان یک حزب دموکراتیک نبود. یک حزب دموکراتیک خلق افغانستان یک حزب بومی نبود. حزب دموکراتیک خلق افغانستان در اونجا آزادی یک حزب دیکتاتور بود و حزب دموکراتیک خلق افغانستان توسط روس اتحاد شوروی کمونیستای روس ساخته شد. این حرف است که شما شنیدین، ما شنیدیم و در چون آمد گفت اینو من ببینین شما داریم آمد چی میگین؟ ببینین رفقان.